دقیقا زمانی بود که دوران پندمیک شروع شد و با شیوع کرونا ما خیلی از کانادایی ها شغلمونو از دست دادیم. باید هفته یا ماه تو خونه منتظر میمونیم که همه شرایط به حالت اولش برگرده، ولی خب فرصت خیلی خوبی بود که ما یک سفر دیگه رو شروع کنیم. من دوست داشتم برای صید اردک ماهی به استان ساسکاچوان سفر کنم. یک تصمیم خیلی بزرگی بود، ولی خب فرصت خیلی خوبی بود که الان این کار رو انجام بدم. تصمیم دیگه ای که گرفته بودم این بود که ونکوور رو برای همیشه ترک کنم. من 6 سال در دانتان و ونکوور زندگی کردم. درست جای بسیار زیبایی بود، ولی واقعا شهر خیلی گران قیمتی بود برای زندگی. اجاره یک ماه آپارتمان یک خوابه در ونکوور حدود ماهی 3000 دلار بود، در صورتی که در ساسکاچوان میتونستم با کمتر از 700 دلار یک خونه رو اجاره کنم. حالا گذشته از اینا، من بیشتر دنبال این بودم که یک تنوعی تو زندگیم به وجود بیارم و به مکانهای جدید برم و بتونم ماهیگیریهایی انجام بدم که قبلا انجام ندادم، و اردک ماهی یک دلیلی بود که من بتونم برای صید اون به استان ساسکاچوان برم. من تصمیم گرفتم که این مسیر رو رانندگی کنم تا استان ساسکاچوان که 1800 کیلومتر حدوداً مسافت داشت رو طی کنم. قبل سفر جایی که من باید در هتل اقامت داشتم و روی نقشه تعیین کرده بودم و این سفر رو من آغاز کردم. مسیر رانندگی ما به این صورت بود که ابتدا از استان بریتیش کلمبیا حرکت می‌کردیم و بعد از اون به استان آلبرتا می‌رفتیم و بعد از آلبرتا به استان ساسکاچوان. استان بریتیش کلمبیا و استان آلبرتا کاملا کوهستانی بود. ما باید رشته کوههای راکی رو پشت سر می‌ذاشتیم که بعد از گذروندن این رشته کوه به مناطق کاملا فلت ساسکاچوان می‌رسیدیم که بدون هیچ کوهستانی بود. هیجان خیلی خاصی داشتم، چون بی‌صبرانه منتظر بودم رشته کوههای راکی رو ببینم، چون می‌دونستم که این رشته کوه بسیار زیباست. وسایل مورد سفر رو من درون یک تریلر قرار دادم و تریلر رو به ماشین متصل کردم و به مسیر خودمون ادامه دادیم. ما هرچی بیشتر به ارتفاعات نزدیک می شدیم، بارش برف هم شروع می شد. آخرای زمستون بود. واقعا جای تعجب بود که چرا برف می باره. ولی خب در خیلی از مسیر ما دوباره هوای آفتابی رو می دیدیم و یه جوری چارفست رو داشتیم تجربه می کردیم. بهترین فرصت بود که خیلی از جای دیدنی آلبرتا رو ما ببینیم. برای همین من تصمیم گرفتم که به زیباترین دریاچه های اون استان سفر کنم، مثل لیک لوئیس، مثل مران لیک، مثل جاسپر پارک. برای همین دیدن این جاها این سفر رو خیلی زیباتر کرد برای ما. باورش سخت بود، ما داشتیم در یکی از زیباترین هایوه های دنیا رانندگی میکردیم. بعد این هایوه نمبر 1 یکی از طولانی ترین هایوه های دنیا برای رانندگیه که تمام کانادا رو به هم متصل میکنه. به دلیلی که ما تریلر داشتیم نمیتونستیم زیاد تون بریم. ما سرعت اون بیش از 70 مایل بیشتر نشد، ولی خب این فرصتی بود که بیشتر طبیعت رو ببینیم. واقعا زیبا بود. ما بعد از 880 کیلومتر رانندگی در شکوهای راکی کم کم داشتیم به استان ساسکاچوان نزدیک می شدیم. هرچی به استان ساسکاچوان نزدیکتر می شدیم، طول رشته کوه‌ها کمتر می شد و کم کم داشتیم به مناطق فلت نزدیک می شدیم. زمانی که ما وارد ساسکاچوان شدیم، واقعا همه چیز عجیب بود. سرزمین‌های فلت بدون هیچ کوهستانی. اسکیپرم با دیدن این همه دشت هیجان زده شده بود. واقعا زیبا بود. و سرانجام ما وارد سرزمین اردک ماهی وحشی شدیم. بی صبرانه منتظر بودم که به ماهیگیری اردک ماهی برم. استان ساسکاچوان واقعا خیلی تفاوت داشت با استان بریتیش کلمبیا، چون استان بریتیش کلمبیا پوشیده شده بود از جنگل، از کوهستان، از اقیانوس، ولی در ساسکاچوان اصلا به این صورت نبود، چون ما خیلی راحت میتونستید حیوانات وحشی رو تو دشت ببینید، در صورتی که بریتیش کلمبیا به همین تعداد حیوان وحشی داشت. ولی به دلیل اینکه پوشش جنگل‌ها زیاده و کوهستان‌ها زیاده، شما شانس زیادی برای دیدن این حیوانات رو ندارید، ولی در ساسکاچوان به این صورت نبود. شما خیلی راحت تو دشت میتونستید حیوانات وحشی رو ببینید، مثل موس، مثل گوز، مثل اندلوپ. کار هر روز من این بود که تو دشتا رانندگی میکردم و از حیوانات وحشی فیلم برداری و عکس برداری میکردم. واقعا چه تجربه زیبایی بود. زیباتر از اون مزارع کنولا بود که همه جا میتونستی ببینی. من بعد از اینکه تونستم مکانی رو برای زندگی پیدا کنم و تمام لوازم ماهیگیریمو
بیرون آوردم و شروع کردم به بافت پشایی که برای اردک ماهی نیاز داشتم. من قبلا این اردک ماهی رو هیچ وقت نگرفته بودم، برای همین خیلی خیلی اکسایتد بودم که بتونم این ماهی رو با فلای فیشینگ بگیرم. قبل از اون با دوست عزیزم که در ساسکاچوان با اون آشنا شده بودم به نام ادم، برنامه ماهیگیری رو ما با هم پیاده کردیم که چه روزی برای صید اردک ماهی بریم و خیلی جالب بود که گفت که فقط تو شانس اردک ماهی نداری، ماهی های دیگه مهاجم هستن که شما میتونی اون رو با فلای فیشینگ صید کنیم، مثل والای، یک نوع ماهی صوف. من تمام لوازم پشه بافیمو همراه خودم آورده بودم، حتی میز پشه بافیمو. جالب بود. هر روز شروع میکردم به بافت پشا. میدونستم که باید استریمرهای خیلی بزرگ ببافم، مثل استریمرهای مثل زانکر. برای همین هر روز در رنگهای مختلف این پشا رو میبافتم و آماده ماهیگیری میکردم. بهترین خاطری که اگر بخوام از این سفر برای شما تعریف کنم همین ماهیگیری بود. واقعا ماهیگیری برای من همه چیز بود تو این سفر. برای همین بود که این همه مسیر رو اومدم برای ماهیگیری و بی صبرانه منتظر اون روزی بودم که برای ماهیگیری ما به صید اردک ماهی بریم. روز ماهیگیری فرا رسید و ما به یک رودخونه بسیار زیبا در یک دشت بسیار زیبا برای ماهیگیری رفتیم. من از چوب کلاس 6 استفاده می‌کردم با استفاده از نخ اینترمدیت. کل نخم اینترمدیت بود. همونجور که می‌دید ما ماهیگیری شروع کردیم و خب ماهی هدفمون اردک بود، ولی خب در کمال ناباوری ما اولین ماهی که صید کردیم یک دونه والای بود، یک نوع ماهی صوف که گوشت اونم خیلی لذیذه برای خوردن، ولی خب برای من مهم نبود. مهمتر از اون این بود که داشتم نژاد ماهی میگرفتم که تا حالا نگرفته بودم. خود ادمم از صید والای متعجب شد چون میدونست که صیدش به این راحتی ها نیست. معمولا من ماهیایی که قبلا هیچ وقت نگرفتم و یه بار نگه میدارم که ببینم چه مزه‌ای داره و هر ماهی رو فقط یک بار امتحان میکنم و بعد از اون هرچی والای گرفتیم و ما آزاد کردیم و ما ماهیگیری رو ادامه دادیم و ماهی ها یکی پس از دیگری صید میشدن. توی این منطقه اردک ماهی واقعا زیاد بود، خیلی زیاد، اینقدر ماهی اردک ماهی زیاد بود که اصلا شما فرصت صید ماهی بزرگ به اسم ماهی کوچیک نمیدادن و سری میمدن پشه شما رو میگرفتن. اردک ماهی ها یکی پس از دیگری صید و راه‌سازی میشد، واقعا زیبا بود، تجربه بسیار زیبایی بود. چیزی که این میون برام خیلی عجیب بود این که اون دشت هیچ ماهیگیری نبود، واقعا هیچ ماهیگیر دیگه به غیر از ما اونجا نبود، در صورتی که وقتی که ما در جاهای ماهیگیری اطراف ونکوور ماهیگیری میکردیم به این عادت داشتیم که حتی شاید 200 یا 300 نفر ماهیگیر در اطرافمون عادت داشته باشه، ولی زیبایی ماهیگیری در ساسکاچوان این بود که انقدر فضای ماهیگیری زیاد بود، انقدر جاهای ماهیگیری زیاد بود که شما به ندرت ماهیگیر میدیدید. این ماهیگیری رو خیلی زیباتر میکرد. من از لیدر فلوروکربن برای ماهیگیری استفاده میکنم، ولی خب تجربه اردک ماهی که هیچ وقت نداشتم، ولی این ماهی دندون بسیار تیزی داشت و چند بار لیدر منو پاره کرد، برای همین برام خب خیلی جای تعجب بود که چه دندون تیزی این ماهی داره و برای همین که این اتفاق نیفته من اومدم از یک لیدر فلوروکربن با قدرت کشش خیلی بالا استفاده کردم که این اتفاق دیگه نیفته و دیگه کمتر برامون پیش اومد که ماهی ها لیدر ما رو بتونن پاره کنن و تمام ماهی هایی که صید کردیم رو لند کردیم. خیلی جالب بود بدونید که ما در یک رودخونه ماهیگیری میکردیم که این رودخونه به یک دریاچه خیلی بزرگ متصل بود و اردک ماهی ها برای تغذیه و تخم‌ریزی وارد این رودخونه میشدن و یک فرصت رو برای ماهیگیری در این رودخونه برای ما فراهم میکرد. همونجور که میدونید فلای فیشینگ در رودخونه خیلی آسان‌تر از دریاچه است، شما میتونید جای بیشتری رو کاور کنید برای ماهیگیری و شانس زیادی برای ماهیگیری داشته باشید. نکته جالب دیگه این بود که فقط شما نیاز به یک مجوز ماهیگیری داشتید با بدون هیچ محدودیتی در قلاب، یعنی شما قلاب باربلس، خاردار، سشاخ، یه تومتون چند تا قلاب داشته باشه، اصلا هیچ محدودیتی نبود. این جایی تعجب بود برام، در صورتی که در بریتیش کلمبیا شما نیاز به ده ها مجوز برای ده ها نمونه ماهی دارید و حتما باید قلابتون باربلس باشه و تک شاخ. این نکته هم خیلی جالب بود.
تاکتیک ماهیگیری ما خیلی ساده بود. ما پرتاب میکردیم و اجازه میدادیم که پشه ما کمی توی عمق فرو بره و اونو با یک سرعت یک نواخت جمع میکردیم و در این شرایط بود که اردک ماهی به پشه حمله میکرد. ماهی هرچی مهاجم تر باشه صید اون با فلای فیشینگ خیلی راحت تر میشه، چون فقط شما نیاز داره که پرتاب کنید و پشتون رو به محلی پرتاب کنید که اون ماهی در اونجا حضور داره و بعدش با جمع کردن سری، با استریپ کردن سری میتونید ماهی رو تحریک کنید که به پشه شما حمله کنه. اردک ماهی هم از این دست از ماهی هاست که بسیار بسیار اگرسیوه و خیلی مهاجمه و خیلی راحت به پشه شما حمله میکنه. ما کار خاصی رو نمی کردیم، ما فقط پرتاب میکردیم و سب میکردیم که پشمون به عمق آب بره و بعد از اون با سرعت زیاد اونو جمع میکردیم و ماهی به اون حمله میکرد. خیلی وقتا پیش میمد که ماهی که ما صید کرده بودیم، وقتی که در حال جمع کردنمون بودیم، یک اردک ماهی میمد به اون ماهی اول حمله میکرد و واقعا این ماهی بسیار درنده است. دوستان عزیز، یه سفرنامه دیگه هم داره به پایان میرسه. ممنون که وقت گذاشتید و این سفرنامه رو تماشا کردید. ممنون از اینکه کامنت میذارید و لایک میکنید و منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستم.